شکرانه یک لحظه زندگی کنید. شکرانه یک لحظه زندگی کنیم. شکرانه کنیم که در این دنیای هستی خدای تعالی ما شما را حفظ کرده است. هستیم. اگر نباشیم چی؟ هستیم. اگر نباشیم چی؟ شکرانه کنید. شکرانه کنید که هستیم. اگر نمی بودیم چی؟ وای بر حالمون. اگر نمی بودیم چی؟ حکمت از رحمان و فیاد بگیرید. پند و نصیحت از رحمان و فیاد بگیرید. آخه دو گفتی نمی بودیم چی؟ بیدان که خداوند در کتابش یک بار خانه من و 70 مراتبه یا مرتبه بنده من گفته است. بله ما میدونیم خداوند چی گفته است. اما تو چی گفتی؟ تو چند بار خانه من گفتی و چند بار مردمم گفتی؟ 1000 بار پیاده طواف کعبه کنی قبول حق نشود گر دل بیازاری. بله انسان باید که دلازار نباشد. چی خوب میشد که همه همین خیلی میبودن. او قدر حج رفتگیت بفایده است. اولایی هستن که سرابان ندارن و فرزنددار هستن. ما میتوانیم در یک جاگی در همون محل همین فطری روزه را جمع کرده ما همین کار خیر را این مبلغی که در میخواست این مملکت خیلی کلان میشه. یک چند سال است اینا یک جای ما این را فشار آوری نمی کنیم. هر یک محل هر یک احالی نشین رئیس های ولایت نایه جماعت ها دیگر رئیس های محله اهل علما خادمان دین کمیته دین میتوانه این را رو اندازی کنید. انا بد که نشد کمیته امنیت را پیش بشن کنید. اگر این همه را مردم خودشان بکنن باز میگویم وظیفه حکومت چی است؟ بودجه دولت کجا میرود؟ این قدر نلاگ و پتین و جمرک کجا میروند؟ این قدر ثروت های مردم به کجا میروند؟ پهلوی دیگری مسئله این است که آیا یک کشور میتواند که با خیر و صدقت و زکات و فطری روزه پیش رود؟ بعد این کشور کشوری جمهوری دموکراتی است یا اینکه اسلامی؟ نفهمیدیم همون نظامی حکمران چی است؟ اسلامی یا اینکه دموکراتی؟ اینجا گپ الکی از زکات و از صدقه و از فطر روزه رفته ایستاده است. گوش کنید آن از لحاظ آنکه خداوند آن را تقدیر و نصیبشان همین طور بوده است که محتاج به صدقه و خیرات است. یعنی نصیبش همین بوده است، تقدیرش همین بوده است، تمام؟ در این تو گناهگار نیستی؟ حکومتی تو گناهگار نیست؟ همه چیز در کله خدا نزن. بعضی هموطنان ما زیارت را به تجارت تبدیل داده چندین بار به حج می روند. در حالی که می توانند مبلغ حج تکراری را برای کمک به خویش و تبار محتاجشان، تعمیر راه دهه خود یا بنیاد مکتبی که فرزندان و نبیره‌هایشان در آن با شرایط بهتر تحصیل خواهند کرد صرف کنند. تو باید به همه چی کار داری رحمانوف؟ اون مردک پول داره، امکانیت داره، بخواه هر سال میروه. تو ده چی زور اومده است؟ تو ده چی سوخته گرفته است؟ خود چند بار رفتگی هستی؟ بعضی همانی زیاده با پتیجاره تبدیل باید چندیل با حج میروه. زن و شوهره که این با حج رفتن 200 متر از دروازه بیرون پاهنداز پرتافتن. یا یکی از دیگر طبقه احالی اون دیه خود را بالا می داند. 200 متر از دروازه بیرون پاهنداز پرتافت. آیا این گفته های خداوند است یا پیغمبر اسلام؟ خداوند فقط مردم می گه. به عبارت دیگر گفته های خدا به خود دخل نداره. راه دیهشان را تعمیر کردند، مرکز سلامتی و بنگاه های طبی بنیاد نمودند و تصور کنید که چقدر ثوابی
بزرگ گرفتند. دعای خیر این عملشان صد ساله ها به خودشان هم در زندگی و هم بعدی سرشان اینچنین به ارواح پدر و مادرشان میرسند. بله ثواب ها میرسند. فقط ثوابی گاو کشتن و شتر کشتن و اسب کشتن نمیرسند. بعضی شهروندان ما روزه را نشانه اصلی ایمان دانسته شخصان بیمار و دیگر آدمانی را که امکان ندارند به روزه گرفتن مجبور میکنند. زیاده روی هیچ معنی را ندارد. تا جایی که میدونم در تاجیکستان کسی کسی را مجبور نمیکند بغیر از تو. هیچ کس در یگان مسئله مجبور نمیکند مگر تو. یک روی فقط از تو است. در تمامی مسئله ها در همین دنیا دو نفر است که فقط به مجبوری به رادیکالیسم کار پیش میبرند. یکی تو در تاجیکستان، دویومی ابوبکر بغدادی در عراق. او در اوج مردم رو مجبور کرده روزه بگیرید، تو در اوج مردم مجبور کرده روزه نگیرید. او در اوج مردم مجبور کرده ریش بمانید، تو در اوج مردم مجبور کرده ریش نمونید. او در اوج کسی حجاب نپوشید سرش بزنی، تو در اوج کسی حجاب شه پوشید سرش بزنی. او در اوج حج بری، خودت در اینجا حج نری. او در اوجه زکات بتیه، تو در اینجا زکات بتیه. او در اوجه صدقه بتیه، تو در اینجا صدقه بتیه. فرق بین تو و اون در چیست بگو؟ فقط فرق در این است که او از خود خلیفه می تراشد و تو از خود پیشو می تراشی. این گناه عظیم هم بر تن خود و هم بر جان دیگران است. مبارک باشد. کلمه های نو، جمله های نو، خدا، رسول، مؤمن، عذاب، مسلمان، دوستی، محبت، گناه عظیم، جنت، دوزخ، ترازو. مؤمن نباید خود را برای روزه به هلاکت رساند. مؤمن نباید خود را برای روزه به هلاکت رساند. این در رمضان است. ولی در غیر رمضان اونی که از ناداری خودکشی میکند، اونو که از گرسنگی میمبرد، اونه که خوش دار میکشد، در اینا چی گفتنی هستی؟ شخصانی که با کسلی بیماری قند گرفتار هستند، اگر در یک روز هیچ نباشد 10-20 مراتب آب ننوشد، شویم بینی یک 3-4 روز از دنیا پدرود میشود برود. یا ای که آنهای کسلی قلب دارند، اگر در یک روز 10-15 مراتب آب ننوشند، خونی آنها قبض می شود. اینم به حیات انسان گیگی به سکته دل و دیگر آورده می رسند. بابای مولا اگر یک انسان 27 سال حکمرانی کند و کرسی را ترک نکند و فرزند شد برای جای خودش آماده کند، چخیل می شود؟ خداوند این خیلی فرموده. وقتی هر فردی مسلمان که از دنیا می رود، یک نفر شخصی خداجو، خدا ترس و نفری که دعا و فاتحه می فرستد به خدای تعالی، به پیغمبر رسول کم می شود. پس چرا اینقدر مردم کشتی؟ از همه کاری بسیار وایست در ما تانه کردن. در ما نگو، در من بگو. توری میگلده تنهی تنه و ملامت این نشانه انسان کامل نیست. هیچگاه این کار را کردن در کار نیست. برای همین میگیم که نکن که انسان کامل نیست. بمونش یخی شد صدقه وظیفه و عزت احترامی را بر دولت. همین خیلی کتای این کار بارا بینیم، یک اندیشه کنیم 10 سال پیش صورت اونا مونه، خونه مونده از صورت اونا بوده که اونا پرتره کنی بینید چی رنگ نمو داشتین 15 سال پیش چی رنگ نمو داشتین، حاضر چی خانه و در داشتین، حاضر چی مالکت داشتین، حاضر چی در کجا بودین، کی دعوت کرد، کی انتخاب کرد، کی تعیین کرد. یا خیلیت بعضی تا همین درجه کردنوا کنید، از درون خاک برآورده آورده امروز لامپاسا را میبینیم و میبینیم خب ما این را راه کردم
27 میلیون دلار، یعنی 27 کیلومتر 27 میلیون دلار شده. خب من مکتب میسازم. وزیری تندرستی را سپاریدم بعدی دو سال در کالجی تیبی معایو میکنه یک جای نزده و اکنه اقل 100-150 کس تحصیل کنم. حالا ما در اینجا خوابگاه بنیاد کردیم، مکتب هاشم ظرفی یک نیم سال در برای 500 نفر تحصیل میسازیم. حساب دولت برای یتیمان یک تن اینطور آیله های کمیزاعت هم که اگر شرایط شود در اینجا تحصیل میکنم. راه های اساسی را ما آوردیم، انا که صاحب کارا هر کلامت کوچه های دیاتی کنگورت را باید میکنید تقسیم میکنید. او سنگ مایده کنه که آلی خطوه های دای نمک نگرفتیان اصفاب کنید در نمی قدی راه ننگ ناموز کنید. من گفتم 100 متر 200 متر 500 متر کوچه های داخلی خطی جماعت را بکنید. جنرال قیام الدین، ملا قیام الدین غازی ملک دستگیر کرده شدند. پره خودش آلای من اقرار است که پره مذهب شیعه را همین قدر سال قبول کرده است. ما نو فهمیدیم که شیعه شدن یا اینکه یک دیگر مذهب قبول کردن این جنایت است. در کجا نوشته شده است که شیعه شدن جنایت است؟ پس اگر شیعه بودن جنایت باشد، یک قسمت مردم ما در ولایت بدخشان شهروندان تاجیکستان شیعه هستند، سرنوشت آنها چی می شود؟ هر کس حقوق دارد مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاحیده و یا یک جایه با دیگران دین را پیروی نماید و یا پیروی نکند، در مراسم و رسم آیین‌های دینی اشتیاق نماید. باب دویم ماده 26 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان. حالا شهروندان مملکتمان و شرافت استقلالیت و با استفاده از محیط صلح و ثبات کامل همه فریضه های دینی خود را آزادانه انجام می دهند. بله آزادانه. یگان مشکلی نیست، یگان محدودیت وجود ندارد. کسی بگه اگر که وجود دارد بگیره برای قمش کنه. من بسیار در کشورهای پیشرفته جهان اروپا و امریکا بودم. دوستان عزیز، حتی در روز کودکان را نورسان را در قدی کوچه نمیبینید. من سه دولت گشتم، یک کودک را ندیدم. در شهر کلانترین امریکا حتی پرسیدم سفیر نماینده، آیا در این شهر آدمان زندگی نمیکنند؟ محلی اهالی نشین رفتیم، کودک نیست. پرسیدم کودک ها نورسان در کجا؟ وقتی پرسیدی بعد چی گفتن؟ میدونی سببش در چی است؟ برای که اونا فهمیدن که تو اومدگی هستی، برای همون دیگه به کوچه نمی بر اومدن. آیا میدونی که در امریکا و اروپا وقتی کودکو شب خوب نمیکنن یا غم میتن به اونا چی میگن؟ تیز خوب کنی که رحمانوف میگن. آقای رحمانوف، آیا میدونید که در امریکا اون کودکو پدراشون در کجا هستن؟ پدراشون در بالای سری اونا هستن، از اونا نگاه و بین میکنن، تربیت میکنن. اما یک بار پرسیده که این کودکایی که در کوچه های دوشنبه میبینید پدرای اینا در کجا هستن؟ خود شما اقرار کردیم که این کودکا پدراشون در روسیه هستن، در مهاجرت هستن. اما چیکار میکنیم؟ تولد میکنیم در قدی کوچه سر میدیم. ما شکرانه آن را کنه که ما وطنی آزاد داریم. در زمان اتحاد شوروی در تاجیکستان همگی 19 مسجد وجود داشت. حالا قریب 5000. شکرانه کنید. شکرانه کنید. در وقت حضرت موسی در تاجیکستان یگان مسجد نبود. در وقت حضرت آدم یگان خانه نبود. هر سال زیاد از 7000 خانه خدا را زیارت میکنند. این رسمی حجی فرضی. در وقتی حضرت عیسی تنها 1000 از تاجیکستان حج میرفت. هر کجایی که خواهیم امروز و کدام دولت دنیایی که میخواهیم امکانیت داریم سفر میکنیم. رفتن گیرید،
هر کجای میخوای رفتن گیرید. روسیه میرید، قزاقستان میرید، ترکیه میرید، رفته کار کردن گیرید. در اینجا کار نیست. چهار طرفتون قبله. رفتن گیرید. از من چی طلب نکنید. من پول نگید، کار نگید. برق نگید. رفتن گیرید. گفته های شادی شابدالوف انکو پرواز کردن گیرید. انا روی سفید سختر پرواز بیرد با یک قنات. ما یراقی هسته‌ای دیگر قدرت هایی وی نداریم. یراقی هسته‌ای ما قدرت توانایی ما در کسی از بیرون آمده برای ما شما دولت بنیاد نمی کند. وطنی ما شما را آباد نمی سازد. بله، هیچ کس از بیرون آمده برای ما وطن نمی سازد. و اگر آمد هم نمی مانیمش. از داخل اگر کسی هم ساز کردنی شد او را نمی مانیم. می بریم محکمش می کنیم. نه خودمان ساز می کنیم و نه دیگرها را میمونیم ساز کنند. آقای رحمانوف، آیا قبل از قانون پیشوای ملت باوری داشتید که این کار قانونی می شود؟ عملی می شود؟ هیچ کس باوری نداشت. هیچ کس به این باوری نداشت. در دنیا کار نمی شودگی نیست. آیا خود را از یک شخص عادی به پیشوا و به خدا رساندن هیچ امکانیت داشت؟ فقط ذوق داشتنمان در کار. و صاحب کاران و تاجران تکرارن خاطر نشان می سازم که در ماه رمضان نرخ و نوای محصولات را بی اساس بلند برداشته هموطنان خود را به اذیت گرفتار نکنند. این چی دانش است؟ چی علم است؟ چی سواد است؟ کی به تو گفته است که نرخ بازار در دست صاحب کاران است؟ اینا در دست حکومت، در دست تو نیستن؟ طوری مشاهده میکنیم در عرفه عید و ایام علاوه خصوص عیدهای رمضان و قربان بعضی هموطنان ما برای آراستن دسترخوان نمایشکارانه ایدانه از بازار و مغازه ها محصولات را چنان زیاد میخرند که گویا فردا دنیا با آخر میرسیده باشد. همه تو باید به همه چی کردار شای. به دسترخون مردم، به داخل خانه مردم، به توی مردم، به معرکه مردم، به مرگ مردم، به جنازه مردم، به لباس مردم، به ریش مردم، به طفلی مردم، به کودک های مردم، به مکتب های مردم، به همه چی باید کردار شای. باشد. بی نهایت، بی نهایت خاکسارم باشد. ما نمیگویم نکن. اسریف کاری کردن در کار نیست. این کلمه از کجا یافتی؟ اسریف کاری، اسراف کاری شاید درست باشد، اما اسریف کاری؟ تکرارن تاکید می سازم که چنین رفتار غیر از صاحب پرستی، زیاده روی و اسراف چیزی دیگری نیست. چنین شخصان باید دانند که به اندازه ضرورت مهیا کردن مواد غذایی، خودداری کردن از اسراف کاری و آراستن دسترخوان کمخرج معنوی برای اهل خانواده و خیش و تبار و همسایه و دوستان ثواب و منفعت زیاد دارد. این هم از بیکاری است. این هم از بیمسئولیتی است. این هم نتیجه 27 سال حکمرانی کردن و مغز خالی شدن است. مردم شریف ما باید احکام شریعت را دایر به ضرر اسرافکاری فراموش نکنند. باز هم صرفه سرشتکار باشند. هنگام دایر نمودن توی و معرکه و دیگر مراسم و آینا از جمله در ماه شریف رمضان با تقلید و نمایشکاری و ظاهر پرستی و زیاده روی راه نداده، مقررات قانون ملی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم را قطعیان رعایت نمود. بعضی هموطنان ما برای آراستن دسترخوان نمایشکارانه ایدانه از بازار و مغازه ها محصولات را چنان زیاد میخرند که گویا فردا دنیا با آخر میرسیده باشد. باشد.
بی‌نهایت کامسورا باشد. ما نمی‌بینیم. استریف کاری کردن در کار نیست. تکراراً تاکید می‌سازم که چنین رفتار غیر از ساحل پرستی، زیاده‌روی و اسراف چیزی دیگری نیست. چنین شخصان باید دانند که به اندازه ضرورت مهیا کردن مواد غذایی، خودداری کردن از اسرافکاری و آراستن دسترخوان کمخرج معنوی برای اهل خانواده و خویش و تبار و همسایه و دوستان سبب و منفعت زیاد دارد. مردم شریف ما باید احکام شریعت را دایر به ضرر اسرافکاری فراموش نکنند. باز هم صرفه سرشتکار باشند. هنگام دایر نمودنی توی و مرکه و دیگر مراسم و آینا از جمله در ماه شریف رمضان و تقلید و نمایشکاری و ظاهر پرستی و زیاده روی راه نداده، مقررات قانون ملی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم را قطعیان رعایت. بعضی هموطنان ما برای آراستن دسترخوان نمایشکارانه ایدانه از بازار و مغازه ها محصول را چنان زیاد میخرند که گویا فردا دنیا با آخر میرسیده باشد. باشد. بی نهایت کامسورا باشد. ما نمیبینیم. استریف کاری کردن در کار نیست. تکراراً تاکید میسازم که چنین رفتار غیر از ساحل پرستی، زیاده روی و اسراف چیزی دیگری نیست. باش ندادیم مردم وای نکردیم شایمای کجا میره ولی بی ما؟ ولی زیافت است. ای دولت ما سراسیمش میدیسی؟ یکان توی دیگر است؟ نه وای نکن. ولی اینجا خلی آش ندادیم آزیر. بعدی آدر فاتیه میکنن بابای ما بعد این اوشا تیز وای کنین دیسیر قطی دوست رو دیدگر بعد وای نگاه کنین. در اینش چی میگوی؟ این رکنهای شریعت دینی مبین اسلام است. مردم شریف تاجیکستان را بار دیگر آگاه میکنم که طبق تحلیل ها تیرما و زمستانی در پیشی ساده خیلی بر وقت طولانی و سرد می آید. ضرور است که هر آیله ذخیره دو ساله محصولات آزقه و مواد سخرا داشته باشد. نفهمیدیم. در یک جا میگوی که بسیار خرید میکنی، در یک جای دیگر دعوت کرده ایستادی که خرید کنی. مردم کدام یک گپ تا بگیرن؟ بعد از همین پیغام رحمانوف تمام بازارهای تاجیکستان پر از مردم شدند. همه مردم به بازارها ریخت، اوچرد و نوبت شد، در بازار دیگر هیچ چیز نموند، همه را خریدن. اگر که این نواری رحمانوفا مردم تماشا میکردن و این سخنش را جدی میگرفتن. شکرانه یک لحظه زندگی کنیم. اولا نان تمیدزدن، بعد یک بریده نان تمیدین، بعد میگن که شکرانه کنید برای این سخاوتمندی ما. مثلا امروز آدم ها اشتخار میکنید، فخر میکنید با نیروگاه برقی آبی روغن. 18,000 کار کرده ساده است. 18,000 ساختمانچی. اگر آنها همش میباشیتون روزه دارن، مایش اکتیابر نه، یک سال پس دیگه به اسماده دادن میکنید. رود سیاه، روغن در 10-15 سال ساز نشد. اکنون میاید در همین 30 روزی رمضان ساز می شود. اگر مستوی کلاماتی قرآن مجید حدیثای رسول اکرم را به نوبت گیره، همیشه به روزه 60 فاحش اهالی تاجیکستان روزه گرفتن می کنند. دوستان عزیز، این جلسه، جلسه منظم، جلسه مردمی، عبارت از پند و نصیحت، از حکمت، برنامه های استراتژی خود را معرفی کردن، برنامه های آینده را معرفی کردن نبود، بلکه یک نشستی بود که باز هم تلبیدن با اسلوب و شیوه نو. هموطنان عزیز، این است رحمانوف و این است سیاست پیش گرفته اون. باید که تمام کشور به خیر و صدقه و زکات و فطر پیش رود.
حکومت تمام مسئولیت ها را از دوش خود کنار گذاشته است. هیچ یگان مسئولیت بر عهده نمی گیرد. می دانید چی گفته ایستاده است؟ آشکار، مختصر، خلاصه همین است که هر کسی می تواند زندگیش پیش بردن بگیرد، به من کاردار نشود، به حکومت من کاردار نشود، از من هیچ طلب نکند. خودتان می دانید، دوی اسبتان می داند. یک توده دزدان غارتگرانی هستند که فقط راهی غارت کردن مردم فکر میکنند. چیگونه با کدام وسیله از این مردم بدزدیم بکنیم. خونخوار اینمین مردم اینمینا هستند. تمام روها را استفاده بردن برای پول کندن مردم. امروز همون دریچه‌ای دینی مانده است که از طریق اونم باید که از مردم پول بکنند. در تمام کشورهای دنیا حکومت مردم میتید، حکومت خدمت رسانی میکند، حکومت مسئولیت بر عهده میگیرد، حکومت ها خدمت میکنند. رحمان و حکومتش باشد، مردم گفته ایستادن که شما ما را بدهید، شما یک دیگر را بدهید، شما مکتب بسازید، شما کوچه بسازید، شما خودتون بکنید، از بودجه گپ نزنید، از پول گپ نزنید، از من هیچی طلب نکنید. مرد خسته شده نزد خدا برای شکایت میرود. وارد مسجد شده میبیند که همان ظالمان در صف اول نماز قرار دارند. اگر تاجیکستان واقعا هم یک کشور دموکراتی می بود و دارای شاخه های حاکمیت مستقل می بود، مخصوصا حاکمیت سعودی قوی می داشت، فورا بعد از این نشست امام علی رحمانوف دستگیر شده مطابق کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان عیبدار دانسته روانه زندان می شد بجای قرصک زدن. در فصل 8 باب 21 ماده 189 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ذکر شده است. خرکترهایی که برای برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع ملی، نژادی، محلگرایی یا دینی یا پس زدن شأن و اعتبار ملی روانه شده اند. اینچنین ترغیب برتری شهروندان از نگاه مناسبت آنها به دین، منصوب آنها به ملت، نژاد یا محل، اگر این کردار به طور عاموی یا با استفاده واسطه های اخبار عامه انجام داده شده باشد، با محدود کردن آزادی به مهلت تا 5 سال یا محروم ساختن از آزادی به همین مهلت جزا داده می شود. در همین جا برنامه بدون مرز به پایان می رسد. تا برنامه آینده، خدا نگهبان.